صبح بخیر با شما عزیزان هستیم. ادامه برنامه صبح زندگی هست و خدا کنه تا این لحظه که ساعت 8:14 صبح و وقت کابل افغانستان هست، تمام هموطنان عزیز ما تا این لحظه را به خیر و خوبی سپری کرده باشند. همچنان هم مهمانای عزیزی را با خود می داشته باشیم که در ارتباط با موضوع صحبتای خوبشان همراه ما شریک می سازند. کسایی هم که بر ما پیام فرستادن، پیامایتان بر ما رسیده و من حتما کوشش می کنم در دقایق اخیر برنامه تمام پیام های شما عزیزان را مرور داشته باشم. پس اگر می خواهید معلومات بیشتر و کلی تر شما عزیزان به دست بیارین، با دو مهمانی که ما صحبت داریم همچنان بیننده بخش های ما هم باشیم که اونا بیشتر در ارتباط با موضوع صحبت‌های خوبشون رو شریک می‌سازن که واقعا چقدر دسترسی شهروندا به امکانات سی در افغانستان هست، چقدر با امکانات خوب برخوردار هستن، شفاخانه‌های ما چقدر در این راستا تانستن که همون امکانات خوبی را بر مریضان در نظر بگیرن. همه مواردی است که با مهمانای ما صحبت می‌داشته باشیم. پس بیاین تا حدی که از مراقب صحتتان باشین و بیرون از خانه وقتی میرین لباس گرم بپوشین، از طرف شام که بیرون میرین از ماسک استفاده کنین که هوا خیلی آلوده است، تا که خدای نخواسته شما ناجور نشین و مجبور نشین بریم به پیش دکتر، بریم به دواخانه و دوا استفاده کنین. پس مقاومت بدنتون بالا برین تا هیچ نیاز نباشه شما نزد دکتر سایبا مراجعه کنین. مهمان عزیز ما کی هست؟ رستم معرفی میکنه. بله رویا جان، مهمان عزیز ما هم قرار است روی موضوع امروز برنامه ما صحبت بکنن، دسترسی به خدمات صحی در افغانستان که حق هر شهروند افغانستان هست و دولت هم مکلف است تا خدمات صحی بهتر برای تمام شهروندان در بخش‌های مختلف کشور عرضه بکنه. این که خدمات صحی در افغانستان فعلا در چگونه وضعیت به سر میبره و مشکلات عمده ما در بخش صحی کدام ها میتونه باشه و بهترین راه ها هم برای حل این مشکلات کدام راه ها میتونه باشه، تمام این موارد را میخوایم صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم سید عبدالله احمدی، اسوشیت پروفسور ستون فقرات و همچنان رئیس شفخانه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل که همین لحظه روی خط اسکایپ با ما هستند. دکتر صاحب عزیز سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی. تشکر، سلامت باشین، در خدم سلام خدمت و همچنان یک سلام ویژه به تمام بیننده های شما تقدیم. بسیار تشکر، ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در صبح زندگی با خود داریم. ابتدا دکتر صاحب می‌خوایم که در مورد دسترسی به خدمات صحی در افغانستان بر ما بگوین که در چند سال گذشته به خصوص تا چه اندازه از خدمات صحی بهتر بر مردم فراهم شده. تشکر، همونطور که شما می‌فهمین در 20 سال گذشته خدمات زیادی در عرصه صحت صورت گرفت. اگر شما برین حال از دورترین نقطه یک ولایت در افغانستان شروع بکنین و آمدن تا مرکز شما، یک سیستمی وجود داره که به صورت قدموار کلینیک‌های خرد، متوسط و بزرگ و همچنان شفاخانه‌های خرد، متوسط و بزرگ از دورترین نقطه یک ولسوالی تا به ولایت حال وجود داره و مردم میتونه که به صورت عادی به او دسترسی داشته باشه. بسیار خوب دکتر صاحب، یک تعداد مردم هنوز هم از برخی شفاخانه های دولتی و یا هم خصوصی در افغانستان شکایت میکنن. فکر میکنین مشکلات عمده در شفاخانه های دولتی و خصوصی در افغانستان کدام موضوعات میتونه باشه؟ یک مسئله را که ما باید روی از او کمی تمرکز داشته باشیم، متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور است. شما اگه بیاین با وضعیت اقتصادی کشور ببینین، ما به او سطح نیستیم که به صورت استاندارد عرض خدمات صحی را چه در شفاخانه خصوصی و چه در شفاخانه دولتی خود عرضه بکنیم. بنابراین تا حد توان در حد اقتصاد کشور ما در بخش دولتی که امروز مثال من مسئولیت شفاخانه وزیر اکبر خان دارم و همچنان در بخش خصوصی، ما تا حد را توانستیم مشکلات مردم خود حل بکنیم. و امروز اگر شما متوجه شوین، تداویای خیلی مغلق یا عملیات خیلی مغلق در کشور ما صورت میگیره. شما که ببینید شفاخانه وزیر اکبر خان بخش اورتوپدی ببینید، ما امروز در شفاخانه خود به صورت بسیار آسان میتونیم که عملیات مغلق که تا چند سال پیش قابلیت انجام در افغانستان نبود، مثل تعویض مفصل و همچنان مداخلات در ستون فقرات، حال بسیار به سادگی و آسانی در شفاخانه های افغانستان قابل اجرا است. بسیار خوب دکتر صاحب، با وجود از این که خدمات بسیار عالی در اکثریت شفاخانه های افغانستان به مریضا ارائه میشه، ولی چرا هنوز هم فضای بی‌اعتمادی بین مریضان و دکتران وجود داره؟
قراری که ما مشاهده میکنیم، مثال امروز ما صبح وقتی به شفاخانه آمدم، لیست منتظرین به عملیات در شفاخانه وزیر اکبر خان که مرور کردم 450 نفر ما هم یال لیست منتظر به عملیات داریم در بیرون از شفاخانه، و حد اوسط ما هم یال در شفاخانه 140 مریض داریم که اونا باید در چند روز آینده عملیات شوند. بر علاوه از او، شما وقتی که شبانه بیاین به شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه بکنید، در طول 24 ساعت ببینین حد اوسط ما 40 مریض عملیات میکنیم. این نشان دهنده عزیز که اعتماد و اعتبار مردم بسیار زیاد است به شفاخانه. بران طبعا که یک سلسله مشکلات های هم وجود داره، اون نسبتش به این است که ما یک مدت طولانی در جنگ بودیم، و در سالهای اخیر مردم افغانستان به صورت درست از دکتر خود، از دانش مسلکیش احتمالا که آگاهی درست ندارند، و برنامه های شما ایره زمینه ها را فراهم می سازه که تا مردم افغانستان دکترهای خود را بشناسند. شما امروز اگر در ببینین در بخش طبابت، تعداد زیادی از جوانان از بیرون کشور برگشتند، و همچنان که بیاییم به پیشکسوت های خود ببینیم، کنا بهترین دکترای افغانستان بودن که در گذشته ها، اینه که شما برگردین به 40 سال پیش، مطمئنن که از نزدیکای ما شما، کشوری که حال ما شما به او میریم به تدابیر، از اونجا به تدابیر به افغانستان میامدن. من مطمئن هستم که انشاءالله به زودی مردم ما دکتر خود درک میکنن و اعتمادشان بلند بیرن، و هنوز ما که در شفاخانه وزیر اکبر خان هستیم، امیال وقت کافی یا ایز برکن بگم جای کافی برای مریضی که نوبیه نداریم، که این نشان دهنده اعتماد و بسیار عالی. بدون شک شفاخانه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل خدمات بسیار عالی را به مریضان به خصوص در سالهای اخیر ارائه کرده، و اکثریت مریضا و کسایی که مراجعه میکنند به شفاخانه از برخورد و رفتار دکتر صاحب هم کاملا راضی هستند و میگن که همیشه برخورد نیک و یکسان با همه مریضا و مراجعه کننده ها داشته. ولی دکتر صاحب، اگر در کل صحبت بکنیم، یک تعداد از افراد که صحتشان خراب میباشه یا هم ضرورت میداشته باشند به پروسه های تداوی، یا هم تشخیص درست نزدشان صورت نمیگیره، یا هم بالاخره خودشان تصمیم میگیرن که برن به کشورهای همسایه تا مورد تداوی قرار بگیرن، فکر میکنین مشکل اصلی در قسمت پروسه تشخیصی هست یا هم در قسمت تداوی ما مشکلات در افغانستان داریم؟ ببینین، اگر ما بیایم سر بخش اورتوپدی صحبت کنیم که ما مریضای مغلق اورتوپدی داشته باشیم، زمان یک مریض از طرف دکتر صاحبا که احتمالا تا حال ما همونطور یک مریض نداشتیم که به بیرون از کشور او را اعزام بکنیم، یک گروپی از دکتر صاحبا میشینن و روزانه که روز یک شنبه و سه شنبه باشه، تمام مریضای مغلق در دیپارتمنت اورتوپدی در یک اتاقی که کانفرانس باشه در اونجا میخوان و سر از او بحث صورت میگیره. روی از این مریضا بحث صورت میگیره که آیا تداوی از این چطور باید انجام شود. ما تا حالا تو یک کیس مغلق سر نخوردیم که او را اعزام بسازیم به بیرون از کشور، لیکن راه های بیرون رفت، یعنی راه های تشخیصی که ما حالا اگر بریم به طرف معاینات تصویری، ما بهترین معاینات تصویری را فعلا در کابل داریم، و اگر بریم به طرف معاینات لابراتوری، بهترین لابراتوارها را امروز در کابل و در افغانستان داریم. بنابراین من فکر میکنم که بسیار کم وقت شود که در اگان بخش های دیگه اگر مریض مجبور شود که بیرون از کشور ایزان بسازد، لیکن در بخش اورتوپدی خصوصا در شهر وزیر اکبر خان، کسایی که صدای مرا میشنوند توسط دکتر صاحبایی که مثال پیش یک دکتر صاحب میرن توسط از اونا جواب میافن که گویا در افغانستان تداوی نمیشن، اینا لطف کنن روز یک شنبه یا سه شنبه صبح وقت 8 بجه به شفاخانه وزیر اکبر خان تشریف بیارن، تا ما در امو کانفرانس رومی که داریم اونا را مورد بررسی قرار بدیم که آیا تداوی از اینا در افغانستان میشه، یعنی که من مطمئن هستم تا حال ما توی کسی را سر نخوردیم که برای زود ما ریفرخط نشته کنیم روان کنیم به بیرون. بسیار عالی دکتر صاحب. در بعض از شفاخانه های دولتی ما هم همیشه تقاضاها بود به خاطر دریافت وسایل بهتر تشخیصی که از کشورهای خارجی باید وارد شود به افغانستان، و فعلا هم در اکثریت شفاخانه ها قابل دسترس است. ولی بعض معلومات هم که به دسترس ما رسیده، در بعض شفاخانه ها حتی از این وسایل درست استفاده نمیشه و طریق استفاده از این وسایل را آموزش ندادند به مسئولین بخش ها، و
حتی اگر وسیله که مورد تشخیص و تداوی مریضا را قرار میده خراب شوه، کارکن وجود نداره که از لحاظ فنی بتونه این ماشینالات را دوباره ترمیم بکنه. در این مورد شما چی نظر دارین؟ در امی اواخر رهبری جدید وزارت صحت عامه تصمیم گرفت که تا بالای همین مشکلی که فعلا شما یادآور شدین از موجودیت وسایل مدرن و نبود ظرفیت استفاده از او تمرکز بیشتر بکنه. وزارت صحت عامه چندین انجینرهای بیومدیکال یا انجینرهای وسایل طبی را از بیرون کشور استخدام کردند. اونا فعلا عملا در کار هستند و در بعض شفاخانه مصروف ترمیم امو وسایل هستند. با آمدیم سر ظرفیت استفاده دکتر صاحبا یا مسئولین امو بخشا، سر از او هم کار جریان داره و کورس های کوتاه مدت در نظر گرفته شده که باید مشکل رفع شود. ما در شفاخانه وزیرک برخان وسایلی که در دسترس داریم، خوشبختانه تعداد زیادی از متخصصین ما در بیرون از کشور اونا آموزش یافتند که فعلا ما باید یک مشکل مواجه نیستیم. لیکن متاسفانه قرار فرموده شما تا چند وقت پیش ما به مشکل نبود انجینر وسایل طبی که برش بیومدیکال انجینر میگه با او مواجه بودیم که او هم حالا تا حد مرفوع شده و با آسانی به دسترس ما قرار داره. ما یکی از وسایل ما اگر مشکل پیدا میکنه و وزارت اول میتونه اونها انجینرهایی که از بیرون استخدام کردن برای ما روان بکنه و این مشکل رفع شه. بسیار عالی دکتر صاحب. و حالا مشخصا در رابطه با امکانات و سهولت هایی که فعلا در شفخانه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل وجود داره، میشه معلوماتتان را با ما بیننده عزیز شریک بسازین که چقدر سهولت ها به افراد که مریض هستند و مشکلات دارن و خصوص در قسمت ارتوپیدی فراهم شده؟ در شفخانه وزیر اکبر خان در مجموع ما در سه بخش ارزی خدمات سیه میکنیم که بخش ارتوپیدی، جراحی عمومی و داخلی عمومی. در بخش ارتوپیدی ما فعلا بهطور به یک مشکل یا به یک مریض سر نخوردیم که وسایل زوره نداشته باشیم و ما مجبور باشیم که رو به بیرون از کشور یا به بیرون از شفاخانه به یک شفاخانه خصوصی اعزام بکنیم. ما در تمام مریضای عاجله که به شفاخانه در طول 24 ساعت مراجعه میکنن، وسایل که مریض تحت پوشش قرار داریم به طور کافی در دسترس ما قرار داره و هنوز هم ما کار داریم وسایل مدرنتر دیگر هم به دسترس ما قرار بگیره تا عرضه خدمات ما بهبود بیافته. و برای فعلا ما باید یک مشکل جدی مواجه نیستیم که کدام یکی از مریضای خود نتانیم با وسایل دستاشته خود تدوی کنیم. تلاش داریم که از این هم بهتر شد. بسیار عالی. یک دنیا تشکر میکنم از صحبتهای زیبای شما که در رابطه به خدمات صحی در افغانستان با ما و بیننده عزیز شریک کردین. حالا دکتر صاحب عزیز، میخواییم که گفتنی شما را داشته باشیم در مورد از این که بخاطر بهبود خدمات صحی در افغانستان چه کارهایی باید صورت بگیره؟ تشکر. یک مسئله که فعلا داغ است که ما باید کیفیت عرضه خدمات صحی خود را بهبود ببخشیم، او مربوط میشه به مسئولین موظف در وزارت صحت عامه و بالاتر از او در وزارت محترم مالیه و ریاست جمهوری که برای فعلا تمام پلان ها از قبل طرح شده و فعلا در حال عملی شدن است که ما انشاءالله به زودی تا چند ماه بعد به یک نقطه خوب خاط رسیدیم که عرضه خدمات سی ما به سطح شفاخانه دولتی و همچنان به سطح شفاخانه خصوصی یک عرضه خدمات بهتر و مسئولتر نسبت به آن باشه. بسیار خوب. اگر پیام گفتنی از شما باقی مانده باشم میشنویم. فقط پیام ما در اخیر همی است که موج دوم کرونا در راه است و ما به خاطر از اینکه مسئول باشیم باید مسافت نگاه بکنیم، حفظ صحه شخصی که شستن دستا است و پوشیدن ماسک سیر باید مراعات بکنیم تا اینکه خود و فامیل خود مسئول داشته باشیم. بسیار عالی. یک دنیا تشکر میکنم از اینکه به برنامه صبح و زندگی وقت گذاشتین و معلوماتتان را با ما و بیننده عزیز در رابطه با موضوع امروز برنامه ما دسترسی به خدمات صحی در افغانستان شریک کردین. وقت و لحظات خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. روز شما همچنان خوش. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.